نقد و نظر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و على اعدائهم لعنت الله. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. سلام علیکم. شبکه جهانی امام حسین، برنامه نقد و نظر با حضور آیت الله موسوی زنجانی. موضوع بحثی که در این ایام عزا تقدیمتون می شود بینندگان عزیز، بررسی ریشه های عاشوراست. چرا عاشورا اتفاق افتاد؟ بارها گفتم، باز هم میگم، حضرت امام حسین علیه السلام در آخرین دقایق حیاتشون در قتلگاه، در حالی که خون از سر و روی مبارکشون میبارید، رو به آسمان کرد و فرمودن خدایا، و نیز فرمودن یا رسول الله، یا جدا، ابوبکر و عمر مرا کشتند. این قصه عاشورا، خلاصه و مختصر. اما اگر بنا باشه تفصیل قصه رو بشنوید، با ما همراه باشید. در قسمت‌های قبلی گفتیم که با اسلام چه کردن، بر سر اسلام چه آوردن، از اسلام چه باقی ماند. گفتیم که بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، آنچه که توانستند با خاندان اهل بیت انجام دادند. از قصه سقیفه شروع شد و حتی پیشتر از شهادت و مسمومیت رسول خدا شروع کردن و رسیدن به جایی که به گمان خودشون دیگه تمام شد و جشن پیروزی گرفتند، در حالی که با افتخار و غرور سخن می گفتند این شعر رو سرودند که لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی هاشم با قدرت و حکومت و ملک بازی کردن، نه خبری از آسمان آمده و نه وحی نازل شده. و در ادامه گفتن که در جنگ بدر اجداد منو کشتید، این هم در برابر اون انتقام بد رو گرفتم. این شعر یزید بود، فرزند معاویه، و معاویه فرزند هند، و هند زنی بود، تأکید میکنم زنی بود، که پارهای جگر حضرت حمزه رو به دندان گرفت. یک زن، به نظر شما اصلا یک مرد میتونه این کار رو بکنه؟ یک دلاور رو بکشند، بعد بیاد بگه سینشو بشکاف، جگرشو در بیار، میخوام بخورم. این زن پسری داشت به نام معاویه، و همین زن که پسری داشت به نام معاویه، نوه ای داشت به نام یزید، و یزید همون کسی بود که این جنایت بزرگ انجام داد. به خیال خودش دیگه تمام شد و انتقام دومش شروع کرد، یعنی سال بعد، سال 62، حمله کرد به مدینه. چند روز به سربازانش گفت هیچ مرزی، خط قرمزی وجود نداره، بکشید و زنان به زنان مدینه تجاوز کنید. تاریخ میگوید تا 10 سال بعد مردم مدینه وقتی دختر میدادند، شرط میکردند، با عرض معذرت از تمام عزیزان بیننده، شرط میکردند که آقا ما دختر میدیم، نه به شرط دختری و دوشیزگی. این یزید سال سوم حمله کرد به مکه و خانه خدا رو به منجنیق بست. عزیزان بیننده، شما کدوم طرف هستید؟ اینور کربلایی، حسینی، قدیری، یا اون طرف یزیدی و پیروان هند جگرخوار
ارادتمندان و معاویه و طرفداران فیلم سقیفه. خودتون مرزهای خودتون رو تعیین کنید، تاریخ رو بخونید. خب و اما بریم سر اصل مطلب. موضوع امروز مرتبط هست به قرآن. این همه در تاریخ گفتیم، امروز میخوام ببینیم که این آقایون با قرآن چه کردن، چه بازی هایی در آوردن و اصلا برای قصه کربلا تونستن بی آیاتی تمسک بجوین بگن قرآن به ما گفته امام حسین رو بکش؟ بله، تا به این حد قصه دردناکه. میدونم تعجب کردید، مگر میشه؟ بله، کردن این کار رو. همینطور که وقتی میخواستن حمله کنن به خیمه های امام حسین، حمله کنن به حضرت امام حسین، بکشن فرزندان رسول خدا رو، چی گفتن؟ فریاد زدن یا خیل الله ارکبی، یعنی ای سپاهیان خدا سوار شید و حمله کنید. یادتون هست اون آیه معروف مودت؟ خدا به پیغمبرش فرمود بگو اجر و دستمزد نمیخوام جز این که خاندان منو، ذوی القربای منو دوست بدارید. خدا برای این که ثابت کنه ذوی القربای رسول خدا رو دوست دارد و برای او عزیزند، قصه خمس رو بنیانگذاری کرد. در جلسات پیش گفتیم با خمس چه کردن. اینها با خاندان رسول خدا، با زرگه رسول خدا، با ذوی القربای رسول خدا چه کردن؟ جمله از حضرت امام سجاد عرض میکنم. وقتی حضرت سجاد برگشت از کربلا و شام، نخلستان ها و سیاهی های مدینه دیده شد، مشخص شد که دیگه این شهر مدینه است. فرمود همینجا چادر میزنیم. مجلس عزا برگزار کرد و جمله حضرت فرمود، امام سجاد، ایشون فرمودند اگر بنا بود خدا و رسول خدا نمی فرمود که به ذوی القربای من مودت کنید و این آیه های این چنینی نازل نمی شد، بلکه به عکس، اگر خدا و رسول خدا می فرمودن که با خاندان من برخورد بد بکنید، به خاندان من ستم کنید، ظلم کنید، در اون صورت بدتر از این نمی توانستند بکنن. خب بریم سراغ اصل مطلب که ببینیم با قرآن چه کردن. و این سوال رو هم من الان طرح میکنم که اصلا آقایونی که آمدند و این باور رو پذیرفتند که با اهل بیت در بیفتند، اینها ببینیم برای جنایت خودشون به قرآن تمسک جستن یا خیر، استدلال کردن با آیات قرآنی یا خیر، در زمینه بعض این پاسخ را خواهید گرفت. و مثل همیشه به نیابت از شما بینندگان محترم و عزیز، پیروان مکتب اهل بیت، محضر حضرت استاد جناب آیت الله موسوی زنجانی سلام عرض میکنم. وقت سلام علیکم و خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم. خدا حفظتون کنه. خیلی عزت عالی و بینندگان ما زنده باشید. زحمت کشید. سلامت باشید. آقا ما سپاسگزارتون هستیم. پژوهش هایی که من خبر دارم گاهی وقتا برای یک برنامه تا 16-17 ساعت پژوهش رو تحقیق میکنید. لذا قدر میدونیم، چیزی که بلدیم همین کلمات سپاس هست. من به بینندگان هم بگم پیشاپیش عرض میکنم که هدیه به حضرت زینب آغاز میکنیم بحثمون رو. بفرمایید. در سوره مبارکه مائده بحث خلافت علی بن ابی طالب بود که در سقیفه گرفتن، اما سوره مبارکه رعد بحث مرجعیت علمی اهل بیت خاص علی بن ابی طالب بود. حالا ما بریم ببینیم اینها که می گفتن حسبنا کتاب الله، عمر گفت دیگه قرآن کافیه، یعنی دیگه سنت و وصیت و توصیه لازم نیست، هرچه این پیغمبر بفرماید حجت نیست، قرآن بر ما بس. همین قرآن بس توسط عمر به چه روزی افتاده؟ ضمن اینکه یه 30 سالی هم به اندازه یک نسل، میدونی در زبان علم
یک نسل حدوداً 30 سال میتونن. به اندازه یک نسل از قرآن هم پرهیز نداشتن قرآن رو. حضرت امیر بعد از شهادت رسول خدا فرمودن عبار رو دوشم نمیذارم مگه برای نماز، یعنی هیچ کاری نمیکنم تا اینکه قرآن جمع کنم. قرآن رو جمع کرد برد پیش ابوبکر، گفت مگه نمیگید حسبنا کتاب الله، بفرمایید این هم قرآن. گفتم ما نیازی به قرآن تو نداریم. خیلی خوب، حضرت فرمود دیگه نمیبینیدش و دیگه ندیدنش. خودتون چه قرآنی دارید؟ جمع کنید قرآن رو. جمع نکردن تا زمان عثمان. ادامه بفرمایید. اینا 12 نسخه بوده، نسخه اصلی که از سفر نداشت البته، نسخه ای که بنا بوده با حواشی علی ابن ابی طالب باشه، نه یعنی تفسیر بله. نه جز قرآن، قرآن بله. همونه، فرق نداره. شأن نزول ها و شأن تفسیر. نزول ها و تفسیر ها و بله. تفصیل ها بله. اقیم الصلاة منظور کدوم سوره، کدوم نمازه، چیست نماز، چیست، چند رکعته، اینها رو علی ابن ابی طالب در حاشیه در جلسه قبل عرض کردی بله. نوشته بوده. پس روزی که پیغمبر هنوز زنده بود قرآن کاملا تدوین شده بوده توسط علی ابن ابی طالب بله. اما اونها قرآنی را میخواستن از همه چیز بری باشه، به قول خودشون میگفتن که از نوشته های غیر آسمانی بری باشه، در حالی که حضرت علی میفرمود که اون چی که من نوشتم سنت است و قرآن، شما که قبول دارید پیغمبر فرموده هر کس سنت من رو رد کرده آیه رو رد کرده، من یطیع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت از من اطاعت از خداست. اونها عرض کردیم در جلسات قبل گفتن که جرد القرآن، جرد القرآن یعنی جرد و جدا کنید اطیع الله را از اطیع الرسول، به اطیع الله عمل کنید، به اطیع الرسول عمل نکنید. حدیث ثقلین حضرت رسول هرچه هست فرمود برای چی؟ برای اینکه لن تضلوا. بله بله، یعنی رسول خدا گفت کاغذ و قلم، به تعبیر خودمون کاغذ و قلم به من بدید براتون بله. بنویسم که چی؟ که لن تضلوا بعد بله. بعد از من گمراه نشید. کلمه گمراه اگر ننویسم چی میشه؟ گمراه میشه. گفتگو شدن این یک. دو، فرمود اگه میخواهید گمراه نشید بله، قرآن رو و اهل بیت منو بله. که ثقلین هستن بله. اطرت من رو با هم داشته باشید. در نماز در آخرین آیه سوره هم که همه میخونن بله. وللظالین، خدای منو به این راه هدایت کن که چنین است و چنان است، اما جزو ظالین یعنی گمراهان قرارم نده. گمراهان کیان؟ کسانی که گفتن نمیخواییم شما بنویسی بله. رسول خدا میگه میخوام براتون بنویسم، اونا گفتن نمیخواییم، پس این میشه گمراهان دیگه. درسته. رسول خدا فرمود قرآن و عترت من تا گمراه نشید، اونا گفتن ما نمیخواییم، پس شدی جزء گمراهان، جزء ظالمین. یعنی بحث دو زبه داره بله. دو قطعا میشود چهار. پس تکرار کنم، سوره مبارکه مائده و سوره نساء آیه 54 و سوره آل عمران آیه 33 اینها به صورت صریح در اینن که آل ابراهیم مصداقش خاندان و پیغمبر وارث خلافت هستان و ملک. آقایان گفتن حالا اینو که از علی بن ابی طالب قطعا و نقدن گرفتیم، حالا برای گرفتن مرجعیت علمی علی چه کار کنیم؟ کجاست این آیه آخر سوره مبارکه رعد؟ خب من امروز فقط حول محور همین بحث خواهم کرد جناب آقای خنیفرزاده که جریان چی بوده، چون بحث به سوال من بوده. هم جواب میدید آقا زمین بحث که اونا برای قیام خودشون علیه حضرت ابا عبدالله، برای شهید کردن حضرت ابا عبدالله سید شهدا امام حسین علیه السلام به قرآن تمسک جستن، یا آیاتی داشتن؟ اینو در زمین بحثتون هم به ما جواب ما احتمالاً برسه به جلسه بعد اگر خب. برسیم بله بله، جلسه بعد محور همینه که شما فرمودید، محور همینه که ما تورات رو همراه خودمون آوردیم، حرف آقای وهب بن منبه را آوردیم، مدارک آوردیم که بابا به استناد فلان آیه خاندان پیغمبر را قتل عام کردن، اون هم از تورات. بعد خب از قرآن هم که میگفتن که ما چی هستیم؟ اولو الامر، که شما میگید هر جائری اولو الامر بشه چی؟ میتونه هر کاری انجام بده. بله الان یزید هم اولو الامر،
بله اونا میگن ملک عبدالله اولو الامره، اونا میگن هر کسی که حکومت دستشه اولو الامره، حتی اگه ظالم باشه. اگر آدم ظالمی باشه دعاش کنید. در حالی که خود عمر گفته بود محاله، باید از قریش بشه، هیچ کس نمیتونه چی بشه اولول امر، این چیکار کنیم؟ ملک عبدالله از قریشه. بله پس بنابراین خود اینم در درون خودش متناقضه. از یک طرف تمام متون اهل سنت میدونن که عمر انصار رو عقب زد، گفت از شما خلیفه نمیشه، چون پیغمبر فرموده علی امامت فی قریش. بعد میگن هر جائری به قدرت برسه اطاعت باید کرد. بالاخره کدوم درسته؟ خب برگردیم اصل مطلب. بله اصل مطلب سوره مبارکه چیز رعد، برات نه رعد، قطعا در مکه نازل شده بوده. آخر آیه هم که میگه شاهد صدق نبوت پیغمبر، شاهد صدق پیغمبر خداست و آن انسانی که علم کتاب پیش او متمرکزه. من عبارت عوض میکنم، و من عنده علم الکتاب، علم الکتاب. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بگو ای پیغمبر، این که شما میگید لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی، بگو خب شما این کار بکنید. ملاک حقانیت اینه خدا تایید بکنه و کسی که علم الکتاب پیش او متمرکزه، اقیانوس علمه، خب همه حساس میشن. در کره زمین آقای خونه فرزاده، اگر این کتاب آسمانی بگه یک نفر کنار پیغمبر اقیانوس علمه، حساس نمیشن. خب این آیه حلقوم خلفا را گرفته بوده، خلفایی که بعدن غصب کردن. چیکار کنیم؟ عقده شده بود، چیکار کنیم؟ ما هیچ راهی نیست، این سوره رو باید ببریم مدینه بنویسیم. در مدینه نازل شده، منظورش هم عبدالله ابن سلام یهودیه که مسلمان شده، همه بریم خدمت ایشون از یهود علم یاد بگیریم، مرجع ما بشود چی؟ یهودی ها. حالا ده راوی به شما در این جلسه نقل میکنم که شما هم کمک کنید، جایی که خلعی باشه کمک کنید. یک، بسم الله الرحمن الرحیم، ابن عباس رو آوردن صحنه که روح ابن عباس از این قضایا خبر نداره. چرا؟ محتوا میگه مال ابن عباس نیست. بسم الله، ایشون میگه سوره رعد مکیست، درسته؟ پس چرا نوشته سوره رعد چیه؟ مدنیه. کل قرآن های دنیا نوشتن سوره رعد مدنیه، ما میگیم مکیه ها. نظر ما اینه که قطعا مکیه، جریان جریان سیاسی بوده، علی را خانه‌نشین کنن، یهود را سرکار بیارن، یعنی مرجع علمی حساب کنن. خب مجمع البیان نقل کرده، در دارالمنصور جلد 4 صفحه 42 هم همین حرف زده. در دارالمنصور جلد 4 صفحه، بله همون جلد 4 صفحه 69 زیل آیه میگه ابن عباس میگوید، این آیه مربوط به عبدالله ابن سلام. سلام. خب حالا خودمون اینجا اجتهاد کنیم. آقای ابن عباس، بله شما گفتید این سوره در کجا نازل شده؟ مکه. دست شما درد نکنه. مراد از این عبدالله ابن سلامه. اصلا در مکه شخصی به نام عبدالله ابن سلام وجود نداشت. یک یهودی بوده در مدینه، بعد از هجرت اسلام آورد. اواخر. خب جواب بله، جواب ابن عباس فکر میکنم هشتم، سال هشتم نهم اواخر بود. بله به هر صورت میخوام بگم این آقا که در مکه وجود نداشته، این آقای یهودی به نام عبدالله ابن سلام، چگونه یک عاقلی فاضلی مثل ابن عباس میگه سوره در مکه نازل شده، منظور آقایی است که اصلا وجود خارجی در مکه نداشته. یک. دو، ایشون میگه آیه در یه جا میگن ابن عباس گفته آیه مربوط به یهود و نصارا است، شخص خاصی نیست. خب کدومش رو بپذیریم؟ دقت کنید. بله بله، که وقتی که کدوتای علمی بشه همه چی لو میره دیگه، چون کسانی بلدن که با قلم آبرو اینا رو ببرن دیگه. حالا ببین شیعه چیکار کردن، واقعا خیلی کار خوبی کردن که بابا این جریان چی هست. در آدرس فوق میگه ابن عباس گفته و من عند الله علم الکتاب، این مال عمر بود، به زبان چه کسی ساختن؟
ابن عباس. عمر گفته بابا اصلا آیه را جمع کنید چون این آیه در قرآن نیست. پس چیه؟ و من عند الله علم الکتاب، از طرف خدا علم کتاب میاد. کاری نکنید اینجا من باشه، من یعنی کسی که، مینش کنید یعنی از طرف خداست. و من عند الله چی؟ نزل علم الکتاب، از طرف خدا علم میاد. آقای ابن عباس شما از یک طرف گفتی و من عنده هست، منظورم آقای کیه؟ منظور هم عبارت از عبدالله ابن سلام. یک جا شما فرمودید منظور کل یهود نصاراست، حالا شما میخواید بفرمایید آیه اینجوری نیست. جوابش چیه؟ قطعا روح این برادر بزرگوار از این چیزها بیخبره. خب ایشون در یک جا گفته است که بابا منظور این آیه تمیم داری عبدالله ابن سلام و سلمان فارسیه. شو جمعه چهار قول از ابن عباس نقل کردن، چون در کانال‌های مختلف فضاهای مختلف جعل شده بوده، اصلا به مخیله جاهلی نمی آمد این لو بره. پس بنابراین پرونده ابن عباس چی شد؟ بستش. تمام شد که آقا ایشون یک جمله درست بوده، ایشون گفته این سوره سوره چیه؟ مکیه. این درسته، بقیه به نام او ساخته شد. این یک رابی. دو، آقای به نام سعید ابن جبیر، خب این آقا چی میگه؟ میگه آخر سوره رد تماما مکیست، اصلا آخر نبخشید کل سوره رد مکیست. که اینم نسبت دادن بهش، اینم از مجهولات ظاهره. نه این درست گفته، درست گفته، این درست گفته. بعد آه بله بله مکیس، بله مکی مدنی نگفته، گفته مکی. سعید ابن جبیر از چهرهای مثبت تاریخ، مثبت بوده تقریبا. ایشون حرف ابن عباس رو قبول کرده، گفته آقا ربطی به مدینه نداره، اتفاقا آن کسی که مد نظر آیه نیست قطعا عبدالله ابن سلام. خیلی جالبه، میگه سوره مکیه، عبدالله ابن سلام هم در مدینه مسلمان شده، هیچ ربطی به یک دیگر ندارن. سوره هم قطعا مدنی نیست که در تمام قرآن نوشته شده چیه؟ مدنیه. این سوره مکیه مربوط به علی ابن ابی طالب. خب در دارالمنصور هم معترف است که سعید ابن جبیر گفته سوره مکیه مدنی نیست. در مجمع البیان اعتمادن علی اهل سنه گفته سعید ابن جبیر گفته آیه مطابق قول عمره. چیه؟ و من عند الله علم کتاب. خب یک آدم، حالا فرض کنید همون سعید ابن جبیر زنده باشه بیاد اینجا، یه آقا جان به شما نسبت دادن، شما گفتی و من عنده علم کتاب هست، خودشم در مکه نازل شده، مراد هم عبدالله ابن سلام نیست. این یک. بعدن به شما نسبت دادن آقا همچون آیه در قرآن نیست، آیه اینه و من عند الله علم کتاب، از طرف خدا علم کتاب میاد، من نیست. تا شخص تصور بشه، تا علی ابن ابی طالب بشه یا عبدالله ابن سلام بشه سلام. خب یعنی هر کاری میکنن فقط صدق نکند بر علی ابن ابی طالب، میخواد این صدق کنه بر ادیان دیگر، هر کار صورت بگیره بگیره. آره میخواد اصلا آیه علی معلوم نشه، ضمیر رو عوض کنن، من رو بکنن من. بله همه این کارا رو میکنن، فقط مهم اینه که نام حضرت علی به این آیه نچسته. پس سعید ابن جبیر هم طبق این جعل متناقض حرف زده. بله اینم رفت کنار. آقای شعبی گفته اساساً هیچ آیه‌ای در کل قرآن در شأن این یهودی نازل نشده به نام عبدالله ابن سلام. دستت درد نکنه، شیعه هم که نیست. نه اتفاقاً از اون آدم است که متعصبم هست. متعصبم هست. بله. درست شد. در دارالمنصور جلد 6 صفحه 39 در جای دیگه گفته که مراد از آیه آخر سوره رد علناً و عملاً علی ابن ابی طالب، خوشتون بیاد بدتون بیا. کی اینو گفته؟ همین شعبی. همین شعبی. شعبی خیلی ضربه سنگین زده، با وجود اینکه اصلا شیعه نیست، متعصبه، باید بگیم از وهابیون رد اوله، میگه اصلا نه تنها این سوره، نه تنها این آیه، هیچ جا در شأن عبدالله ابن سلام یهودی که تا آخر عمرش قرائت تا
تورات را رها نکرد، هیچ آیه در شأن او نازل نشده، بلکه این آیه مرجعیت امیر المومن علی علیه السلام را اثبات میکنه. زمین این که این شعبی از ائمه الحدیث حسابش بله، میکنن، از بزرگانه، بزرگانشون هست و بله، صاحب مکتب فکری حدیثی، مکتب فکری اهل سنته. بله. مجمع البیان جلد 5 صفحه 301 و در المنصور جلد 6 صفحه 39. پس آقای شعبی هم چی شد اینجا؟ بله، ببینید خودشون نوشتن مربوط بوده به علی ابن ابی طالب، اصلا عبدالله ابن سلام در فضای قرآن وجود خارجی نداره. خب این هم سومین. چهارمین آیه مجاهد. من به شما بگم مجاهد کیه؟ من مزدورتر، مرتزقتر، خودفروشتر از مجاهد من راوی پیدا نکردم. اون هم سرکارش بیشتر با قرآن بوده. آره، حالا شما هر تفسیری از تفسیرهای اهل سنت رو، البته به تفسیر شیعه هم نفوذ کرده بعضی از جاها، یه وقتی زیاد تکرار بشه گاهی وقتا بشه، ولی هر جا شما تفسیر اهل سنت رو بردارید اسم مجاهد اونجا هست. این کیه؟ ایشون میگه من علاقه داشتم خادم پسر عمر باشم، اما من سوار اسب میشدم، ایشون سریع میومد رکاب من اون طرف. چی؟ میدونید که یک نفر از جا سوار بشه، یه نفر چی؟ رکابش عمر باید بگیره، تعادل حفظ بشه تا سوار بشه. این آدم چی میگه؟ که اون زین نیاد پایین، زین نیاد پایین، یک ور از یک طرف سوارشن میفته خود زیر شکم اسب میچرخه. ایشون میگه مراد این آیه که مرجع علمی معرفی شده، مرکز علوم آسمانیه، این عبدالله بن سلام یهودی هست. یه جا گفته مراد از آخر رد اهل کتابه، عبدالله بن سلام، تمیم داری، مسیحی، سلمان فارسی و و خب این هم نظر این آقای چی؟ مجاهد. یک جا گفته اونه، یک جا گفته همه چی؟ اشخاصی که یهودی و نصارا بودن مانند فلان. اکرمه چی گفته؟ که این هم باز از راویان درجه اول، درجه اول. اکرمه ابن کی؟ بله، ابو جهل. آره، ابو جهل گفته کل، بله اونطور یادمه، پسر ابو جهل، کل سوره رد مکیست. دستتر ابو جهل یا ابو سفیان؟ حالا ابو جهل، ابو این که اگر این اکرمه باشه قطعا پسر ابو جهله. بله، ایشون گفته قطعا سوره مکیست. گفت دستتر نکنه، پس در تمام کتابهای قرآنهای اهل سنت نوشته سوره رد کجایی؟ مدنیه، رفت کنار. دقت فرمودید؟ بله کاملا. فقط دو آیه، آیه 31 و 32 وسط سوره مدنی است. این ادعا کرده دو آیه از وسط سوره مدنی است. خب اما آیه 43 که مربوط به علم الکتابه، این قطعا در کجا نازل شده؟ در مکه. در سوره احقاف هم که آیه 10 شاهدی هست از بنی اسرائیل، ایشون میگه این هم مکیست، در حالی که عبدالله ابن سلام مدنی بوده. یعنی اون که میگه شاهد از بنی اسرائیل داریم، میگه اون هم چون در مکه نازل شده سوره احقاف، اونجا هم مراد عبدالله ابن سلام نیست. گرفتی؟ خب این هم اکرمه. چی نتیجه گرفتیم؟ آقا سوره چیه؟ مکیست. سوره مکی باشه میگه اصلا عبدالله ابن سلام در مدینه مسلمان شده، اینم درست. پس این که در تمام قرآن ها نوشتن سوره مدنیه، این آقا میگه نه درست نیست، مکیه. خب اما خود عبدالله ابن سلام خودش چی میگه راجب خودش؟ بله، ایشون میگه نزلت هذه الآیه فیه. خب باریکلا، برای خودش خیلی هم احترام قائله، جلو پای خودش بلند میشه. در شأن این آیه، در شأن من نازل شده، درالمنصور جلد 6 صفحه 39. عجیبه. در درالمنصور جلد 4 صفحه 69 میگه که خود از شخص دیگه نقل میکنه، خود عبدالله ابن سلام گفته آقا عمر نرید، این آیه منو میگه دیگه. به ذهنش نمیاد بابا من که در مدینه مسلمان شدم، ظاهرا در مکه این آیه نازل شده، چگونه من که وجود خارجی نداشتم در مکه چون این چیزی در رابطه با من نازل شده؟
در جای دیگر گفته است که آقایان برای چی آمدید مدینه؟ گفتن ما آمدیم عثمان را نابود کنیم. اینا کیا بودن؟ از کدوم کشور آمده بودن؟ از مصر اومده. احسن. گفت حالا من عجله دارم، یک دستشو این ور چارچوبه در مسجد گذاشت، یک دستشو روی این چار چوبه. بعد گفت آقا من عجله دارم، نمیخوام بیام مسجد، فقط یک جمله اعتراف کنید، شما از مصر آمدید. بله. این که مرجعیت علمی اسلام در آخر سوره رعد منم شک دارید، گفتن نه. اینو کی گفته؟ تکرار. خود عبدالله ابن سلام وارد مسجد میشه. قبیله های زیادی از مصر آمدن برای اسقاط این راندخار مشهور عثمان. بعد ایشون گفت آقا کار ندارم، شما عثمان را بکشید نکنید، یک مسئله باقی مونده، این مسئله خلافته، مرجعیت علمی میخواد چیکار کنید؟ این حرکت نکنیم، اینجا توقف بکنیم. بله بله، من بر همین عرض کردم اگر عثمان را بکشید یا نکشید یک مشکل هست، اون حل کنید. اون است که مرجع کیه؟ شما عثمان را کشتید، میدونستم بالاخره افکار عمومی مناسب است با علی ابن ابی طالب بعد از دیدن جنایاتی که این آقایان مرتکب شدن. درست. ایشون آمد گفت که بابا من کار ندارم، شما عثمان را بکشید یا نکشید، بالاخره این نظام اسلامی، این حکومت و خلافت اسلامی نیاز به مرجع علمی داره یا نداره؟ گفتن داره. خب این سوره رعد در آخرش میگه مرجعیت علمی کسی است که در کنار پیغمبر شاهد صدقه. این کیه؟ منم یا نه؟ میگه آقایان نقل کردن، همه گفتن حضرت عالی هستی، بالاخره شما از فردا میتونید مفتی اعظم جهان اسلام باشید. ببینید جل حدیث چگونه است که حتی اگر خلافت را از عثمان بگیرن بدن به علی ابن ابی طالب، هم میخوان مرجعیت یهود را نگه بداره. ببینید این که این حرف را کجا زدن، در چه تاریخی زدن، چه کسی گفته. ببینید قضیه این تیرانداز کجا را میزنه. چون در حین سقوط عثمان توسط مسلمین این احتمال بوده، افکار عمومی به نفع امیرالمومنین علیه السلام هست، اگر علی ابن ابی طالب هم چی بشه؟ رهبر جهان اسلام، قدرت اسلام به دستش بیاد و هم مخزن علم و مرجع علم جهان اسلام باشه، خب دیگه یهود چی؟ نمیتونه بیاد صحنه. پس الله دقت، یعنی نگران اون تاثیرگذاری هاشون بودن. که شما ای کسانی که از مصر آمدید، بعضی از مردم مدینه دارن با شما هم پایی و هم قدمی میکنن، میخوان عثمانو بکشن، هر کاری میکنید بکنید، ما کار نداریم، بی زحمت اون جایگاهی که ابوبکر و به خصوص عمر به ما داده، یهودیان داده و عثمان هم حفظ کرده اونو دست نزنید. ها احسن، اونو دست نزنید، ما میخوایم یهود وارد اسلام بشه. اینها با کعب الاحبار جلسه گذاشته بودن، بعدها شناسایی کردیم که با ابو هرره جلسه بوده. حالا اگر قدرت به علی ابن ابی طالب برسه، حالا آینده چند سال، چند روز، چند ماه آینده، ما چکا کنیم؟ همه فرار کنیم به طرف شام. چی شد علی ابن ابی طالب به قدرت رسید؟ کعب الاحبار کجا رفت؟ بله الان کجا دفنه؟ بله حمز. اینا سریعا حرکت کرده به سوی معاویه. چرا؟ مرجعیت یهود را بنی امیه و بنی همین عثمان و اینا معاویه، بنی تیم و ابوبکر و بنی عدی عمر، اینها رسمیت داده بودن دیگه. پس توجه کنید قضیه ظریف نویسندگان محترم تاریخ معمولا و مفسرین اینجا سریع رد میشه. کجا دارید میرید؟ صبر کنید. چرا آقایانی که میخوان قدرت را از عثمان بگیرن میگه بگیرید، ولی مرجعیت را به شما نمیده، من یهودی باید نگه دارم. امام حسین کجاها را میزنه؟ میگه کجا دارید میرید؟ چیزی از اسلام باقی نمانده که. مسئله اساسی عمیق بوده. پس تکرار کنم برای چهار بار. بله. که برای اسقاط عثمان اگر امت آماده بوده، یهود میگفت حالا ممکن علی ابن ابی طالب به قدرت برسه، رهبری را ببره، اقلا مرجعیت را چی؟ مال ما باشه. یعنی اینقدر سر قصه آخر سوره رعد یهود کار کردن. بله. که گاهی وقتا از دستشون در میره. بله. وقتی میبینن شورشی شده، کار نداره که این شورش چی میخواد بشه، مهم نیست، مهم او جایگاه ماست. بله.
او جایگاه ما در انتقال تفکر یهود به اسلام، حذف کردن سنت رسول خدا، آوردن سنت یهود و اسرائیلیات رو ترک بله. کردن، تخریب کردن، ریشه ها رو زدن، عقاید رو منحرف کردن، بله. اون مال ما باشه. درسته. حکومت مهم نیست. مهم نیست. احسن. به همین دلیل ظرافت کاری های در درون تفاصیل هست، باید اینا به هم حتما وصل بشه. حالا تا اینجا رسیدیم، پس سوره رعد مکیست قطعا تا حالا. بله. چقدر هم اینجوری عمدن بردن مدنیش کردن آقایان تا بگن مرجعیتی که در این آیه به کسی داده شده اون علی بن ابی طالب نیست، عبدالله بن سلام یهودی هست و عمر هم دستور داد این آقا چون از تورات هم به ما درس میگه به تورات هم چی دست نزنید مگر بدون چی؟ بله وزو. بدون وضوء. اون وقت انشاءالله در اگر عمری باشه جلسه بعد خواهیم گفت که کدوم آیات را یزید از امثال وهب بن منبه ها با واسطه و بلا واسطه و امثال او گرفتن و خاندان پیغمبر را قتل عام کردن. خواهیم خوند که چگونه بوده استرادم چی. خب اینم آقای کی؟ خود عبدالله ابن سلام. بعد ایشو گفته در سوره احقاف که قطعا مکیه، هیچ کس شکی نداره، الان هم روش نوشته چی؟ مکیه. بله مکیه. اونم منم. آیه 10 که میگه شاهدی از بنی اسرائیل، اونم منم. دقت کنید. حالا این جمله اینجا جاشه بگم، سوره هود آیه 17 قطعا در مکه بوده، احدی هم شک نداره اونجا شاهد کیه؟ علی ابن ابی طالب. اهل بیت به استناد این سوره فرمودن شما سوره رعد را میتونید چی؟ تفسیر کنید شاهد کیه. سوره احقاف هم که مکی بوده این آقایان آمدن گفتن شاهد از بنی اسرائیل، پس آقای چی؟ عبدالله ابن سلام. یعنی اونها از درب سوره احقاف وارد شدن سوره رعد رو ببرن به طرف چی؟ یهود، که بگن منظور مرجعیت یهوده، لذا عمر خوب کرده که آقایان یهودیان رو مرجع قرار داده. اهل بیت فرمودن بابا هر سه سوره کجا بوده؟ مکی بوده. مکی بوده. پس اونجا میگه شاهدی از بنی اسرائیل هم قطعا عبدالله ابن سلام نیست، چون در مکه بوده. درست. بحث ظریفیه و در این حال تمام دستاویزهایی که اونها دارن در تفسیر دستاویزهای خیلی نامستحکم است، یعنی تضاد و متناقض. بله. و بی پای است. قتاده، این قتاده کیه؟ امام باقر. این قتاده ابن دامه است. اینجا یک حاشیه برم، کل مفسرینی که در کتابهای تفسیری اهل سنت هست اینها طوری امنیتی وارد شدن، بایستی شما به کتاب معجم رجال مرحوم آقای خوی مراجعه کنید ببینید هیچ اطلاعی از اینا کشف نکرده. تکرار کنم، مثل سعید ابن مسیب. احسن. حالا راجع به سعید ابن مسیب صدها سطر بحث کرده، آخر گفته من نشناختم. گفته من نشناختم. حالا اجازه بده، قتاده کیه؟ یکی دو سطر. ضحاک کیه؟ یکی دو سطر. دقت کنید. اکرمه کیه؟ یکی دو سطر. ببینید اونهایی که تفسیر قرآن را، سرنوشت قرآن را در طول تاریخ اهل سنت رقم زدن، در معجم رجال هیچ شناختی از اونها نیست. چرا؟ چون رجال حدیث را فقهای ما و رجالیون ما جمع کردن، اینا رجال حدیث نبودن، اینا قرآن بودن. اینها رجال قرآنی بودن، در یک جا تصویب شده بود از فیلتر اینها قرآن را رد کنید، مانند مقاتل ابن سلیمان. چون اینها عالم به توراتن، باید از اینها چی؟ تفسیر یاد گرفت. آن کسی حق تفسیر دارد یک روز قرآن بخواند، یک روز چی؟ تورات. لذا میبینید آقایان رجالیون ما، یک جمله بگم، محمد ابن کعب قرظی زمان آخر قرن اول بوده، در معجم رجال ایشون را چی میشناسونه؟ به عنوان صحابه امام رضا. ببینید رفته تو قرن دوم. آره دیگه. ببینید امام سجاد، عمر بن عبدالعزیز معاصر بودن،
سعید ابن مسیب، این آقا مفتی اعظم پیرمرد عصر امام سجاده، حالا بعدن امام باقر، بعدن امام صادق، بعد از اون امام کاظم، بعد از اون امام رضا، ببین اونم یکی صحابه امام رضا معرفی میکنه، اونم چند سطر. پس بنابراین اینجا حق داریم توقف کنیم. آقا تمام، این کلمه بیجا نیست، تمام مفسرین اهل سنت از ابو هریره گرفته، وهب گرفته، وهب ابن منبه، تمیمی داره، اینها لشگریان اسرائیلی بودن. اول تورات میخواندن، بعد قرآن میخواندن، اینها را اجازه ندادن علمای رجال ما بشناسن. حالا من از همه اینها مطالبی آوردم که هیچ اطلاعاتی نه. اصلا قتاده 9 نفره، کدوم قتاده مورد نظر امام باقر فرمود تو حق تفسیر قرآن نداری، برو بشین سر جا خودت. ابو حنیفه گفت تو مفسر قرآنی؟ گفت بله. گفت این آیه چیست؟ 2 تا سوال یا 3 تا سوال کرد، هیچ کدوم پیدا نکرد این آقای قتاده. حالا قرآن های آقایان تفاسیر قرآن، آقایان اهل سنت، پر است از این آقایان. خب قتاده گفت آقا سوره رد مکیه، توجه کردی؟ اونم قبول کرده چیه؟ مکیه. مگر آیه 31 و 32؟ خیلی خوب. اما آیه آخر سوره قطعا مرجعیت علمی 100% مکیه، هیچ ربطی به چی؟ عبدالله بن سلام هم نداره. خب باز او در یه جای گفته، یه جای دیگه گفته است که مراد اهل کتابه، علی نیست و عبدالله بن سلام تمیم داره سلمان فارسی. او درباره آیه 10 سوره احقاف که اونجا هم یک نفر شاهد هست از بنی اسرائیل گفته اگرچه مکیه، اما این آیه مربوط به عبدالله بن سلامی است که در مکه وجود نداشت. اینم آقای چی؟ پرونده آقای قتاده. خسته نشید، داریم تمام میشیم. نه حواسم هست کاملا، بس چون یکم تخصصی است من سعی میکنم سکوت کنم مگر مواردی که اقتضا بکنه. یه آقای اینجا دیگه مهم میشه قضیه، آقای مسروق، یکی از مفسرین مشهور. بله. این آقا گفته بابا آیه 10 سوره احقاف مربوط به عبدالله بن سلام نیست اگرچه گفته شاهدی از بنی اسرائیل. پس تکلیف سوره مبارکه رعد هم روشن شد، تکلیف سوره هود هم روشن شد، آیه 17 سوره هود. خب اینما کانت این جریان خصومتن، من خصومتو میخوندم دیدم که دورالمثنوی نوشته خصومتن، خاص هم به ها محمد اون آقا، حالا مد نظرش کی؟ میگه بابا دشمنی بوده، به خاطر دشمنی با پیغمبر اسلام این جریانات رو وارد کرده. یعنی اینقدر صریح از زبان سیوطی به همین صراحت و آقایون به راحتی از کنارش میشه. برید چاپ سنگی سیوطی موجود جلد 6 صفحه 39 گفته خصومتی بوده توسط این آیه با پیغمبر چی؟ خب این مسروق. حالا ما رفتیم دیدیم مرحوم تبرسی صاحب تفسیر بسیار ارجدار مجمع البیان پیدا نکرده بوده ریشه چیه. ما خیلی به قول امروز زیگزاگی رفتیم دیدیم اصل پایه‌گذار جریان پسر عمر بوده، اونم از باباش، ریشه برمیگرده به شخص عمر. ببینید هشتمین نهمین نفر میشه عبدالله بن عمر. میگه ابو یعلا 1، ابن جریر 2، ابن مردوی 3. میگه کلمه ایشون نمیگه، من دارم میگم، ابو یعلا 1، ابن جریر، جریر هم میخونن درست نیست، و ابن مردوی و ابن عدی به سند ضعیف، یعنی مشخصه که جعلیه. بله بله بله. میگه ان ابن عمر ان النبی اعوذ بالله، پیغمبر خودش گفت آیه این چنین نیست. امام حسین میگفت اینا قرآن رو از بین بردن، از قرآن از ما یاد بگیرید. میگه پیغمبر علیه عزب الله گفته است که و من عند الله علم الکتاب، جمع کنید. آیه نمیگه مرجعیت علمی با کسی است که کنار پیغمبر شاهد صدق پیغمبره، چون این آیه ای نیست و من نیست، مینه انده هم نیست، چی؟ عند الله. خب ما رفتیم ببینیم این از کجا آورده، رفتیم دیدیم عمر گفته اخرج تمام فی فوایده و ابن مردوه ان عمر ان النبی قال من عند الله علم الکتاب. بعدها
یه آقای از وهابیون رفته محضر آقای مؤلف مجمع بیان، گفت آقا این که عمر گفته آیه اینجور نیست راست میگه. چرا؟ ابو عبیده هم گفته آیه اینه، ابن جریر هم گفته آیه اینه، ابن منذر هم گفته آیه اینه، ابن ابی حاتم هم گفته آیه اینه. چرا؟ همه گفتن که ابن عباس میگه قول عمر درسته. گرفتید مطلب؟ بله بله. من فکر این هستم که چقدر کار کردن. یعنی ببینید جناب آقای حضرت استاد آقای موسوی برای شهید کردن حضرت امام حسین خیلی کار کرد، سالهای طولانی با تشکیلات منظم و فعالیت‌های همه جانبه تا این نتیجه شومشون رو در کربلا بگیرن. ما فقط یک کار اگر می‌کردیم امام ما شهید نمی‌شد، گرچه ما الان بحث ظاهری داریم می‌کنیم. فقط یک کار و اون این هست که نگذاریم اماممون تنها بمونه. اگر مردم واقعا مستر بودن استرار الالحجه رو میفهمیدن که چقدر امام براشون مهمتره که از زن و بچه و زندگی امام و هستن. نباشه این دیگه. بله، یعنی استرار شدید، نیاز شدید، نیازی که حتی برتر و فراتر از هر نیازیست، این رو میفهمیدن. حضرت امام همین یک کار، حضرت امام حسین تنها نمیموندن. به همین خاطر میفرمودن که برید که صدای حلم ناصر من به گوش شما نرسه. هزار کار کردن تا حضرت رو شهید کنن، ما یک کار رو نکردیم. آقا داریم در تاریخ حضرت امام حسین بر خیلی نامه میداد. از جمله دو تا نامه رو من نام میبرم بر منطقه بحرین. بحرین که میگن یکی از نامهاش که لو رفت در بصره، پدر خانم یکی از والیان بود که آخر کشید به جریان عاشور. بله، وقتی میگن بحرین بله. اشاره به بصره داره. بله، از بصره بگیر بله. برو تا عمان. دو تا نامه از این نامه ها برای دو تا از بزرگان بله. بصره است. یک نامه هم شب میرسه، یعنی هوا که تاریک شد نامه دست یکی از این اصحاب میرسه، نامه رو میخونه. با اینکه رئیس قبیله است و طایفه است و مرد جنگی فراوانی داره، اومد گفت آقا امامم امام حسین منو دعوت کرده. اطاعت از امام فوری است، من نمیتونم زمان بکشم، هر کس میخواد بیاد همین الان. بله. آقا الان شبه. آقا الان گفت اطاعت یعنی این، اطاعت از امام یعنی من نیاز مبرم به امامم دارم، امام فرمود حرکت منم حرکت من، هر کس میخواد همین الان. آقا الان شب تازه نامه رسیده، شام بخورال به تعبیر خودمون، قبول نکه حرکت کرد و جزء یاران حضرت امام حسین بود و شهید شد. شخص دیگر که به گمان خودش دلسوزتر بود، همون شب بازنامه میرسه، نامه رو باز میکنه، یارانشو جمع میکنه، امام منو طلبیده، باید بریم بیاریش، سریع شمشیر بگیرید، سریع خودتون آماده کنید، مردان جنگی فراهم بشید. دو سه روزی کشید، این دو سه روز کشید که به گمان خودش بیشتر به امام سود برسونه. وقتی میرسه کربلا با یارانش دو روز گذشته بود، یعنی روز دوازدهم میرسه. و افراد دیگه داریم باز از منطقه بحرین که میگن بحرین اشاره به بصره دارن. بعضی از دوستان ما و اهل قلم و تألیف مستقیما سراغ بحرین امروز میرن، که چه بسا ممکنه این باشه، ولی من عقیدم اینه، یکی از مصادیقشه. بله، اخیرا این من تحقیق کردم. بله میدونم. دریاها مثلا همین دریای مازندران البحر المطیف به دنیا نیست، شیخ صدوق فکر میکنه که متصل چیه اقیانوسه. بله. این شخص هم باز با یاران خودش حرکت میکنه، روز ظاهرن هفتم میرسن که اونجا شروع میکنن به خودزنی. بله. وقتی میبینن دیر رسیدن و شهدا هستند و ازم بزرگتون تازه به خاک سپرده شدن و اینا، از زور فشار استرار الحجه. اینه خلاصه سخن بنده، این هست که اگر ما میفهمیدیم ماشیه ها چقدر مستر به امام بودیم. بله. همین یک کار، ولی اونا ببینید برای همین یک آیه چه کارها کرد. این از اهل سنت بود. بله. قطعا سوره مکی بوده که به گفته آقایان. کدوم گفته؟ مدنیه. الان در قرآنهای کل دنیا شاید 100 میلیون جلد داریم، آقایان چه کار کردن؟ گفتن چیه؟ آبا این سوره نوشتن روی قرآن ها همین که الان ما داشتیم. بله بله. مدنیه. اهل بیت فرمودن بابا بدانید با ما چی کار کردن این آقایان خلفا، به سر قرآن چه بلا آوردن. یعنی اسم یک سوره سر یک سوره است،
سر یک سوره نیست؟ چرا؟ خب بریدن دیگه. اصلا بسم الله ها رو برداشت. میگم بریدن دیگه، سر سوره رعد رو هم چون مربوط به علی علیه السلام بود، سر سورهش هم بریدن، به جای مکی نوشتن چی؟ مدنی، تا آقایان یهودی ها به جای علی بن ابی طالب بشینن. حالا این دو دقیقه برای اینه، اجازه میدید استثناءم بریم به فضای شیعه؟ حالی مقداری، فقط بینندگان بدونن که ما معمول، یعنی معمول که نه بلکه قطعا همیشه همواره در هر حال استناد ما اولا فقط به جناب اهل سنت، بله، و ثانیا به کتاب های دست اولشون، بله، چون مبنای اونها رو باید قبول بکنیم، بله، موقتا فرزند، بله، تا اونها، بله. موضوع سوم بدونید که گنجینه فرهنگ مکتوب و تراث، بله، تألیفی شیعه بسیار گسترده است که ما فعلا مال اهل بیت هست، بله. آقایان وهابیون سرمایه جز تورات و تلمود نداشتن. حالا در البرهان زیل جمله لطیفی آقا، بله دیگه، خب من در آوردم، انشالله خواهیم خوند، بله، خواهیم خوند، بله. چون من تورات رو آوردم، دقیقاً یک لیستی خواهم آورد اگر عمری باشه جلسه بعد، لیستی از تورات خواهیم آورد و این لیست رو در اختیار بینندگان عزیز قرار خواهم داد که از زبان خاندان خلفا به نام اسلام در جهان اسلام تدریس میشه. من تکرار میکنم جملتون، آقایون وهابیا، سلفیا، بله، فرهنگ مکتوبشون فقط تورات است و تلمود، بله، بفرمایید. خب در البرهان مال شیعه هاست. یک چیز یادم رفت اینو الان بگم، آقا هر کتابی از شیعه بسیار حکایت صدقی صادقی از اسلام داشته، اینها نمیتونستن سند روایت را صریح بگن. به همین دلیل کتاب سلیم قطعا مال سلیمه، نمیتونست این چون این کتابی اسنادش علنی بشه، چون نابود میکردن. آقا جگر آدم حال میارید با این حرفتون. کتاب سلیم ابن قیس هلالی قطعا از سلیم است، از سلیم است، ولو این که محققین ما سندها را گم کردن، گفت آقا ما پیدا نکردیم. اما یه قاعده عرض کنم، محصول زحمات خودمه، برید تفسیر منصوب به امام حسن عسکری. آقا این تعبیر شاید خیلی زیبا نباشه، امروز میگم فلانی نسبت به فلان علم آچار فرانسه است، این تعبیر خوبی نیست. یه عنوانی شبیه این که بابا این حلال مشکلات تفسیره، تفسیر منصوب به امام حسن عسکری. فقط تو ذهن شریفتون باشه برای جلسه بعد، از ما بپرسید آقا فی قلوبهم مرضان که در قرآن داریم، ول منافقون، غیر از منافقون یک شاخه هست از این سو. ببینید کافر، مؤمن، منافق، بازم داریم ما به نام فی قلوبهم مرضون، البته چهار طایفه دیگه داریم با اون کار نداریم. یعنی آیه فی قلوبهم مرضون که تکرار شده در قرآن، این فی قلوبهم مرضون 10 آیه است، دو تاش که چیزه مربوط چیز دیگه است که میگه مگر شما فی قلوبهم مرضون هستید. 10 آیه اینا کیان؟ مفسرین رفتن سراغ منافقین. بابا میگه ان الذين امنوا والذين في قلوبهم مرض، این غیر از منافقینه. احسنتم، احسنتم. خب این بحث شروع. بسیار لطیفی است، جای آقای دکتر عبدالباقی قرنه الجزائری خالی است، کتابی نوشتن به نام الذين في قلوبهم مرض. ضمن جای آقای انصاری زنجانی، عاشق محمد باقر انصاری زنجانی خالی است که شما کتاب سلیم ابن قیس رو، بله، بهش اشاره کردید و این پژوهش لطیفی از اتالیه را دارید. بینندگان ما به چندین دلیل باید تکرار برنامه شما رو ببینند. خب برگردیم، بله، به جمله قبل. کتاب‌های از شیعه که سند ندارند، همونها در حکایت از حقایقی از شیعه از همه جلوتر بودن خطر داشته، سندش عمدن لو ندادن، بله، چون خطر خانوادگی هم، بله، بودش معروف داستان اونو عبان و فلان و پنهان شدن کتاب در منطقه فارس ایران. الان من اطلاعاتی بدم در رابطه با کتابی، یکی از کتابهایی که خزانت و شیعه است، اسمش مدینه العلم، بله، بله، مال صدوق، صدوق رضوان، چقدر هم پربرگ و قطور، 11 یا 10 جلده. در قرن، یعنی 5 قرن قبل، این رو غربی ها از جهان اسلام زیر زمین دزدیدن، بله، حتی از روسها، بله، در خاورمیانه پیدا نشد. مدینه العلم صدوق، بقیهش بعدن بحث میکنیم. کتاب سلیم، تفسیر امام منصوب امام حسن عسکری،
تاریخ قدیم قم، تاریخ قدیم نیشابور، راجب فرمودی این کتاب ها دارای اخباری بوده بی دور از دسترس مخالفین اهل بیت، در درون اینها بوده، راویان به خطر می افتاده اند نگفتن. لذا ما الان میبینیم میگن سهل ابن زیاد آدم ضعیفیه، شنید اینو؟ سهل ابن زیاد بین رواد، آه قضیه اینطوری نیست، هیچ روایتی از سهل ابن زیاد نداریم که از کانال دیگر به اهل بیت، از اهل بیت به ما نرسیده باشه، جریان چیزی دیگه است. این با همه نباشه، فقط سریع چون یک دقیقه فرمودید وقت داریم. ببینید راجع به بحث امروز، از طریق اهل بیت در یک جا 20 روایت از طریق شیعه، 5 روایت از طریق اهل سنت، راجع فرمودید در یک جا 21 روایت یعنی آیه 17 سوره هود از طریق شیعه و چند طریق، دو طریق از طریق اهل سنت. آقا این سوره ها مربوط به علی ابن ابی طالبه، هر سه تا چیه؟ مکیه. بله. قطعا. و شاهدم علی ابن ابی طالبه، من عنده علم کتابم علی ابن ابی طالبه، چون اهل بیت گفته بودن، کعب الاحبار نگفته بوده، ابو هریره نگفته بوده، عمر نگفته بوده، آقایان وهابیان کدومو گرفتن؟ طرف یهود و اسرائیل. بله آقا سپاسگزارم. داریم که وقتی وهابی ها حمله میکنن به کربلا و حرم حضرت امام حسین رو مورد یورش قرار میدن، اونجا هر چی چیزی گرانبها بود و دستشون میرسید بردن. بله. از جمله صندوقی بردن، خیلی از او حفاظت میشد. در این صندوق تفسیر منسوب به امام حسین هست. بله. که دیگه مفقود شد. اخیراً چند هزار هم نفهمودی، چند هزار جلد دزدیدن بردن. بله اون که خیلی، حالا میخوام بگم تفسیری که خود امام حسین به قلم خودشون نوشتن در حاشیه قرآن. بله. اون الان به گزارش یک محقق در اختیار وهابی هاست، به شدت از اون محافظت میکنن و حتی فعالیت های سیاسی توسط بعضی از مسئولین بعضی کشورها انجام شد، اونا باز قبول نکردن، یعنی در ازای هیچی حاضر نیستن اون رو بدن. آخرین خبرم چند لحظه، چند ثانیه فرمائن. وزارت فرهنگ عراق شنیده بودیم از یک کانالی، اونجا یک دوره اونجا هم صدوق مدینه العلم صدوق اونجا بوده، در این جریان اخیر که آمریکایی حمله کردن اون رو بردن. بله خیلی هم یه خبر است. بسیاری از کتاب‌های شیعه اینجوریان، به خصوص یهود از قدیم در پی خریدن کتاب‌های شیعه هستن که امروزه در کتاب‌های اروپا موجودن و در اختیار کسی قرار نمیدن. آقا سپاسگزار، متشکر، ممنون. از شما هم تشکر می‌کنم که ما را همراهی کردید. تکرار این برنامه را حتما ببینید، دیدنی است، شنیدنی است. با افتخار تقدیم می‌کنم به حضرت زینب سلام الله علیها، این خاندان کرم هیچگاه وامدار کسی نخواهم بود و هیچ کس حق اهل بیت رو نمیتواند ادا کند مگر با عشق. لذا تقدیم میکنیم به حضرت زینب سلام الله علیها و انتظار داریم دست نوازشی بر سر دلهای شکسته ما بکشن. انتقاد، نظر، پیشنهاد و ارتباط رو به دیده منت میپذیریم، بر ما مایه افتخار است، به شرط آنکه انتقادها علمی باشد نه توهین‌آمیز. ذکر شریف صلوات خاطرتون بماند و تأکید که روزه حضرت امام حسین رو به صورت خانگی در خانه هاتون داشته باشید، حتی اگر هیچ کس نیاد، خودتون و خانوادتون، تمام برکت دنیا، دفع بلاها، برکت آخرت، ثواب، اجر در همین روزه های خانگی است. خانه ای که در اون منظم روزه برگزار بشه، به خصوص شبهای جمعه، بی تردید آن خانه از بلا به دور است. خدا نگهدار. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان. حسین